یکی از کتابخونه های بسیار قدرتمند جاوا اسکریپت هستش، کاربرد خیلی زیادی داره. تو تمام وبسایت ها تشریف ببری جکوئری حرف اول رو میزنن توی ساختن پلاگین ها، و البته ایجکس و البته بس اکسیوس و و و خیلی چیزهای دیگه، ای پی آی هر چی که فکر میکنی. جکوئری هم میتونه مدل ریاکت عمل بکنه. خب ریاکت راحت تره، ایشون یه مقدار سخته، ولی خب جکوئری هم قبل از این ریاکت و ویو و انگولار بیاد تمام کار ایجکسی رو این دوست خوبمون انجام میداد. توی سئو به شدت ایشون سایت هایی که در واقع بیان از ایجکس استفاده بکنن سئو میتونه خیلی خوب بگیره. حالا چیزایی که بود که من سرچ کردم، همین چیزی سی اس اس که داری استفاده میکنی آ این سئو رو جدی بگیرید. این رو من یه مقدار شل گرفته بودم تو خیلی از چیزا، بعد متوجه شدم نه یه تخصص خیلی خوبه تو ایران، من پولای خیلی خوبی هم توش هست و به این نتیجه رسیدم یه مقدار دیتام رو توش ببرم بالاتر و فیلم بگیرم براتون بذارم. سئو رو در حد متوسط بلد باشی پولای خوب میتونید یاد در بیارید. حالا حرفه‌ای که دیگه خیلی خوب میتونید اگه در کل به عنوان یه آپشن یا تولزی باشه که بتونه کمکتون بکنه. بریم سراغ جکوئری. جکوئری یه دونه لایبرری کتابخونه است توی جاوا اسکریپت و خیلی کمک میکنه در واقع به در واقع شما بخواید از جاوا اسکریپت بخواید استفاده بکنید خیلی کمکتون میکنه. این جکوئری کدای خود جاوا اسکریپت دیگه برداشتن کتابخونه در واقع حالت فانکشنال کردن که شما ازش استفاده بکنید. یاد گرفتنش هم اینجا گفته در واقع ساده است. آره خودش سخت هم نیست، من یعنی در واقع جکوئری ندیدم که سخت باشه. هر چی که تا الان گفتم رو خیلی راحت با جکوئری میتونید هندل کنید و بنویسید. خب میگه چیزایی که شما قرار هستش که باید بلد باشید که بتونید شروع بکنید قبل از جکوئری. خودش هم داره میگه می قبل از اینکه شروع بکنید جکوئری شما اینا رو بیسیکش رو نالجش رو در واقع در بیسیک حالا شما خیلی بهتر بلدید دیگه از بیسیک رد کرد. HTML CSS جاوا اسکریپت، جاوا اسکریپت رو خوب کار کردیم. ما هم دیگه تست تایپ اسکریپت هم و اکمو اسکریپت هم کار کردیم. بعد توی شما توی جکوئری نمواد استالان مشکلی داشته باشید. خب چیزایی که قرار هستش تو جکوئری یاد بگیریم، فیچرهایی که ویژگیهایی که داره، خب HTML دام هستش که همین چیزایی که گفتیم داکیومنت گت المنت بای آی دی اینا هم که می‌کردید اینجا خیلی راحت‌تر می‌تونید در واقع باهاش کار بکنید. سی اس اس اش خیلی راحت‌تره. ایونت ها اوکی حالا یاد می‌گیریم کار می‌کنی. افکت ها انیمیشن داره می‌فهمیم. ایجکس خیلی خیلی پرکاربرد هست، علی خب حالا شاید نخواهیم زیاد روش مانور بدیم به خاطر این ازی که میخواهیم این سوال ریاکت یا ویو جی اس دیگه، ولی خب بدونید هم بد نیست. یعنی من حتما سعی میکنم ایجکس رو هم توش اشاره ای بکنم. حالا گت و پست و ایناش رو حتما لود و اینا رو میگم به چه صورت هستش. و یه سری هم که یوتیلیتی داره یا در واقع ویژگی و تا دلتون هم بخواد چیز داره، پلاگین داره. یعنی جکوئری تا دلتون بخواد پلاگین داره، ولی توصیه‌مون اینه که بنویسید. چرا؟ چون پلاگینی که استفاده می‌کنید ممکنه سنگین باشه، ممکنه در واقع مینیفای نباشه کدهاش و تو طراحی نکردی اصطلاحاً. ما داریم میگیم اصطلاحاً شما طراحی نکردید، ولی ما تلاشمون رو می‌کنیم که پلاگین‌ها رو در واقع بهتون این دید رو بدیم هر نوع پلاگینی که دلتون واسه تو فکرتون میاد بتونید در واقع طراحی بکنید و پیاده بکنید. خب بریم ببینیم چه جوری میتونید در واقع دانلودش بکنید و ازش استفاده بکنید. بریم مرحله در واقع دانلود کردنش رو و بحث CDN ها یا همون کانتنت دلیوری نتورک ها رو بهتون بگیم به چه صورت هستش رو و نحوه دانلود کردن و نحوه استفاده کردنش رو یاد بگیرید.